به نام خدا، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام در مورد جذب صحبت کنم. زمانی که یک مرد از لحاظ عاطفی جذب یک خانم میشه چه نشونه هایی داره؟ ببینید، یه نکته رو بهتون بگم. جذب فیزیکی برای اکثر مردا خیلی شبیه به همه. همین که یک مرد از شما خوشش میاد و حاضر میشه که مثلا بیاد با شما صحبت کنه، قرار بذاره، اینا همه نشون میده که جذب فیزیکی و جنسی براش انجام شده. در صورتی که شاید برای خانوما اینطوری نباشه. اون ظاهره اولش مسلما معیار هست، اما یه مدت طول میکشه که جذب فیزیکی و جنسی طرف مقابل بشن، اما برای مردا نه. و من توی این ویدیو اصلا نمیخوام در مورد جذب فیزیکی و جنسی صحبت کنم، میخوام در مورد جذبی صحبت کنم که یه مدت داره با شما قرار میذاره و از لحاظ عاطفی و احساسی جذب شما شده. حالا با من همراه باشید، نشونه ها رو بهتون بگم. شماره یک، اولین نشونه زمانی هستش که یک مرد میاد در مورد زندگی شخصیش، اطلاعات شخصیش، نمیدونم نقطه ضعفش با شما صحبت میکنه. ببینید، برای یک مرد خیلی سخته که بخواد در مورد این چیزا با کسی حرف بزنه و خیلی وقتا اصلا اونا رو پنهان میکنه. اما زمانی که یک مرد حاضر میشه پیش یک خانم این چیزا رو بیان کنه، این یکی از نشونه های این هستش که اون مرد از لحاظ عاطفی و احساسی خب جذب شما شده. و شاید خانوما الان پیش خودشون بگن نه، ما خودمون اینطوری هستیم، خیلی وقتا شاید با یک پسری درد و دل کنیم اما هیچ حسی بهش نداشته باشیم. درسته، جنس درد و دل مرد با خانوما خیلی فرق داره. خانوما شاید خیلی وقتا با یک سری مرد درد و دل کنن، هیچ حسی هم بهشون نداشته باشن، فقط برای درد و دل پیششون میرن، اما مردها اینطوری نیستن و مردها معمولا انقدر راحت درد و دل نمی کنن، مخصوصا اگر طولانی بشه. و خب اصلا ما توی این ویدیو داریم در مورد زمانی صحبت می کنیم که مرده اصلا به شما پیشنهاد داده، اومده با شما سر قرار و خب شما دیگه مطمئن هستی که ازت خوشش میاد که داره درد و دل می کنه و کلا خصوصیات زندگیشو داره بهت میگه و زمانی که اطلاعات در مورد خودش میده، یکی از نشونه‌ها این هستش که جذب عاطفی شده در کنار جذب حالا فیزیکی. شماره دو، یه جورایی مرتبط میشه به گزینه قبلی. ببینید، یه ذره تفاوت داره. زمانی هستش که یک مرد در مورد زندگی شخصی شما حالا میخواد بدونه، میخواد از شما اطلاعات به دست بیاره، خب این نشونه خوبی هست. و فقط این نکته بگم که شما باید خودتونم دقت کنید که چه اطلاعاتی دارید در اختیار شخص میذارید و چقدر هست که طرف رو میشناسید. حالا همون اول همه زندگیتون رو نذارید وسط. حالا بگذاریم، زمانی هستش که میخواد در مورد زندگی شخصی شما بدونه. خب ببینید، من اگر یادتون باشه تو ویدیو قبلی گفتم زمانی که یک مرد میاد اصلا در مورد چیزا از شما نمیپرسه، کل حرفاش حرفای جنسیه، شوخیای اینجوریه، اصلا کلا تو به قول خودم تو باغ نیست و دنبال یه چیز دیگه است، خب هیچ نیازی نداره در مورد زندگی شخصی شما بدونه، بخواد از شما اصلا در مورد شما بدونه، چی دوست داری چی دوست نداری، کجا مثلا درس خوندی، نمیدونم حالا خانواده‌ات چی کارن، اصلا این چیزا رو نمیپرسه. خب نیازی نداره، خودش میدونه هدف چیه. اما زمانی که در مورد شما این چیزهای درونی شما میخواد بدونه، نه لزوماً هدفش ازدواج باشه، نه، چون جذب شما شده از لحاظ احساسی، دنبال یک رابطه بلند مدت هست. پس زمانی که این اتفاق میفته میتونیم تا حدودی مطمئن باشیم که خب این مرد جذب عاطفی شده، باز هم در کنار جذب فیزیکی که داشته. شماره 3، یه نکته ظریفی هستش که دوست داشتم توی این ویدیو بهتون بگم. ببینید، زمانی که یک مرد از شما خوشش بیاد، یکی از نشونه های مهمش اینه که تیپ و استایلایی که پیش شما میزنه سعی میکنه بهترین ها باشه. خب شاید شما به خودتون بگید خب همه مردا اینطوری هستن، اولش که میخوان جذب کنن این کارو انجام میدن. درسته. ببینید، من توی این ویدیو دارم در مورد زمانی صحبت میکنم که دیگه ارتباطش رو با شما شکل داده، حالا شماره گرفته، نمیدونم با شما داره قرار میذاره، داره بیشتر با شما آشنا میشه. پس زمانی که میبینی بعد از چند تا قرار همچنان سعی میکنه بهترین لباس ها، بهترین عطر رو پیش شما بزنه، بهترین چیزی که خودش داره، حالا منظورم لباس مارک و اینا نیست، بهترین چیزی که هست و پیش شما داشته باشه، خب این نشون میده از لحاظ عاطفی هم و از لحاظ احساسی هم جذب شما شده. دنبال فقط رابطه جنسی این وسط نیست، دنبال اون جذب جنسیه دیگه نیست، چون اون که 100% براش اتفاق افتاده که اومده سمت شما، اون براش اتفاق افتاده، اون اصلا در مورد این نمیخوایم توی این ویدیو صحبت کنیم. اما این که من همچنان سعی میکنم بهترین خودم باشم زمانی که میخوام بیام تو رو ببینم، این یکی از نشونه های مهم این هستش که خب من جذب تو شدم و خیلی علاقمند هستم که تو هم جذب من بشی و جذب من بمونی. و یکی از کارهایی که من به نظرم خوبه که انجام بدم همینه که پیش تو بهترین خودم باشم، مخصوصا از لحاظ ظاهری.
شماره 4 زمانش رو در اختیار شما میذاره. ببینید من اینو قبلا 2-3 بار توضیح دادم و به نظر من نیازه که باز هم بهتون بگم، چون خیلی نکته مهمیه و من خیلی ناراحت میشم بعضی وقتا خانم ها اینو یه جورای اشتباه حالا متوجه میشن یا اصلا یه جور دیگه برداشت میکنن. اونم اینه که ببینید یه زمان هست یک نفر تو طول هفته 7 روز هفته بیکاره و خب از اون 7 روز 5 روزش و 4 روزش و 3 روزش رو در اختیار شما میذاره. یه زمان هست یک نفر به هر حال شغلی داره، کاری داره، زندگی خال شخصی خودشو داره، اما از اون تایمی که حالا داره تو اون هفته سعی میکنه 1-2 روز رو برای شما کنار بذاره، حتما سر کارش میره، کارهای دیگه‌شو داره میکنه، درسشو میخونه، حال به هر حال داره برای زندگیش تلاش میکنه، اما در کنارش میخواد شما رو هم داشته باشه و اون تایمو برای شما خالی میکنه. و وقتی که یک نفر این کارو میکنه، اونم زمانی که شلوغ هست، خیلی به نظر من ارزشمندتر از کسی هستش که بیکاره و حالا از اون 7 روزی که داره 3 روزشو در اختیار شما میذاره. پس شما باید به این قضیه دقت کنید. اینجوری نباشه که بگید خب فلانی میاد 4 روز منو میبینه، اما از چه تایمی؟ خب کلا طرف بیکاره که 4 روز تو رو میبینه، اما اون شخصی که وقت نداره اما خالی میکنه که تو رو ببینه، تمام تلاشش رو میکنه که حداقل 1-2 بار در هفته تو رو ببینه و تایم خالی میکنه، خب این یه نشونه خیلی خوبی، یعنی یه چیزی فراتر از جذب فیزیکی شما شده و دوست داره که خب این ارتباط بیشتر شکل بگیره. پس به عنوان گزینه 4 حتما روی این مسئله در نظر بگیرید که اگر همچین کاری رو انجام داده که از نشونه های جذبش هست. شماره 5 و آخری، 2 تا چیز همزمان هست. 2 تا چیز رو میخوام همزمان بهتون بگم. یکی این که تمایل داره شما رو پیش دوست و آشنای خودش، خانواده خودش ببره. یکی اینکه تمایل داره دوست و آشنای شما رو ببینه. باز هم همین ابتدا شاید خیلی خانم‌ها بگن امروزه توی قرارهای امروزی خیلی از پسرها هستن راحت دختر خونه میبرن، نمیدونم پیش دوستاشون هم میبرن، آخرم هیچی به هیچی. درسته، اما اگر این نشونه رو در کنار بقیه نشونه‌هایی که من توی این ویدیو بهتون گفتم داشت، خب این نشونه مثبتی که میتونیم اینو هم اضافه کنیم، نباید بدبین باشیم. زمانی که حتی حاضر دوست و آشنای شما رو ببینه، نمیدونم پیش خانواده ای حالا شما دوست داره بیاد، حالا اونو ممکنه دیرتر بیاد، اما همین که دوست داره پیش دوست آشنای شما هم باشه و بیشتر اونا رو بشناسه، این هم میتونه یک نشونه ای باشه که خب اگر بقیه مواردی که تو این ویدیو هم بهتون گفتم و داشت، پس این هم یه نشونه ای که من میتونم اضافه کنم، پس بگم این واقعا هدف حالا رابطه بلند مدت داره، هدف چیز فراتر هست از جذب جنسی و جذب عاطفی من شده، جذب رمانتیک من شده. پس زمانی که این اتفاق میفته و از طرفی یه نکته هم داره، این پیشنهاد رو به شما میده که خب بیشتر مثلا هم دوست آشنای همو بشناسیم، یه چیزی هم که هست میخواد ببینه واکنش شما هم چیه، میخواد ببینه شما همون حس رو داری یا نه. این هم یکی از نشونه‌هایی هستش که میتونی متوجه بشی و به عنوان جمع‌بندی خواستم به عنوان گزینه 5 اینم بهتون بگم. در نهایت به عنوان نتیجه گیری، من سعی کردم این 5 مورد رو توی این ویدیو بهتون بگم و نمیخواستم خیلی ویدیو طولانی بشه، اما در آینده هم در موردش صحبت میکنم و باز هم دارم میگم ما در مورد جذب عاطفی داشتیم صحبت میکردیم، با جذب جنسی و فیزیکی اشتباه نگیرید که برای اکثر مردا خیلی شبیه به همه و حالا بعدا شاید در موردش صحبت کنم، اما هر کدوم از این مواردی که بهتون گفتم براتون به نظرتون مهمتر بود و یا چیزی هستش که شما میخواید اضافه بکنید به این ویدیو که من توی ویدیوهای بعدیم استفاده کنم، حتما این زیر بنویسید که همگی استفاده کنیم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.